صدا فریاد کشیدن اعدام نکنید. واکنشی طبیعی به 40 سال رویه حکومت برای اعدام مردم، معترضان و هزاران تن در ایران. صدای آنها تا راهروهای کاخ سفید و حتی در وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا هم شنیده شد و بازتاب یافت. اما رهبران جمهوری اسلامی همچنان بر همان رویه‌ای پاشنه در را میچرخانند که 41 سال است میچرخد. سرکوب مخالفان و تلاش برای ارعاب مردم با صدور حکم اعدام. به صفحه تازه ای از شطرنج خوش آمدید. این بار شطرنج مقابله مردم و حکومت ایران بر سر صدور احکام اعدام برای معترضان و زندانیان سیاسی. برای بررسی بیشتر این بحث اینجا و در این استودیو جناب آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری در ایالات متحده آمریکا با ما همراه هستند و از طریق ارتباط تصویری در برلین آلمان جناب آقای پرویز دستمالچی، کنشگر سیاسی و نویسنده، و در همین کشور در شهر کلن جناب آقای امجد حسین پناهی، کنشگر سیاسی و برادر یکی از زندانیان سیاسی سابق که متاسفانه اعدام شدند، و همچنین جناب آقای دکتر محمود امیری مقدم از اسلو در نروژ، از کنشگران سیاسی و همچنین رئیس سازمان حقوق بشر برای ایران. خیلی خوش آمدید همه دوستان به برنامه. آقای دستمالچی، اجازه بدید که بحث امشب رو با حضرت عالی شروع کنیم. به هر حال یک اصراری در بدنه حاکمیت برای صدور حکم اعدام به چشم میخوره. 41 سال هم هست استمرار داره. فکر میکنید دلیل این اصرار حکومت بر صدور حکم اعدام برای معترضان سیاسی یا فعالان سیاسی چیه؟ فکر میکنم دلیلش بسیار ساده و روشنه. این هستش که مخالفان رو سرکوب بکنه و به شدیدترین وجهی سرکوب بکنه و از طریق از راه ترسوندن دیگران مانع از این بشه که حرکت‌های اعتراضی علیه حکومتگران شکل بگیره. یعنی مسئله اعدام در جمهوری اسلامی دو ریشه اساسی داره، یکیش سیاسی برای حفظ قدرت و یکی هم ریشه در اندیشه ها و فرهنگ یک حکومت دینی داره و در این رابطه خشونت مدرج در دین رو با مسئله خشونت یک حکومت غیر دینی ترکیب کردن. بسیار سپاسگزارم. همین نکته دینی بودن شاید در احکامی که صادر میشه خوب به چشم میاد. ببینید، ما واژه‌هایی داریم مثل افساد فی الارض یا محاربه با خدا، محاربه با نظام، و واژه‌هایی که نشون میده یا حکم ارتداد حتی، که نشون میده مبنای این اعدام‌ها، بخش بزرگی از اعدام‌هایی که صورت میگیره، از قواعد شرعی خارج شده. چرا؟ آیا این نوعی مشروعیت دهی به مجازات اعدام در ساختار فکری حاکمان ایران هست؟ بله، دقیقاً همینطوره. برای اینکه اشکال کار در اون چیزهایی که از شرع گرفته میشه و در حقوق وارد میشه، عدم شفافیت و عدم به اصطلاح دقیق بودنشه. ما یک اصطلاحی داریم در کار حقوق، در عالم حقوق و در کار قانونگذاری، و اون اینه که باید عباراتی که توسط قانونگذار استفاده میشه منجز و مدلل و تعیین شده و تعریف شده باشه. ما نمیتونیم کلمات یا جرائمی رو استفاده بکنیم یا نام ببریم که به اصطلاح انگلیسی vague and ambiguous هست، یعنی گنگ و مبهمه. اما رژیم های توتالیتر و خودخواه و دیکتاتور دقیقا از این قضیه استفاده میکنن، یعنی یک عباراتی رو، یک فریز هایی رو، یک جرائمی رو اعلام میکنن که هر کس میتونه بنا به میل خودش تفسیر رو، یعنی یک حد و مرز مشخصی نداره. بنابراین به استناد اینکه کدام قاضی یا کدام حاکم شهر میخواد اینو تفسیر کنه، این عمل شما رو ممکنه محاربه با خود، محاربه با خدا یعنی چی؟ که میخواد با خدا جنگ بکنه. این چه جنگیه؟ یا فساد در ارض، اینقدر این وسیعه، اینقدر غیر دقیق هست. در حقوق امروز دنیا این گونه عبارات
اصلا جایی نداره. بسیار سپاسگزارم آقای حسین پناهی. به هر حال خانواده خود شما یک خانواده است که متاسفانه یکی از اعضای خودش رو از دست داده به دلیل همین گونه واژه‌ها در نگارش حکم اعدام و بعد هم اجرای اون. تجربه خود شما رو به عنوان برادر یک زندانی که متاسفانه با دلایل و اتهامات واهی از همین دست به چوبه اعدام سپرده، به جوخه اعدام سپرده شد رو از شما بپرسیم، چه تأثیری داشته؟ آیا این ارعاب کار کرده؟ خود خانواده بعد از اعدام برادر گرامی شما چه شرایطی رو تحمل کردن؟ ابتدا درود در خدمت شما و مهمانان گرامیتون و همچنین بینندگان عزیز این برنامه. متاسفانه همونطور که مهمانان عزیزتون هم اشاره کردن، در این 41 سال بر هر یکی از ابزارهای سرکوب این نظام خب اعدام بوده. هرگاه در ایران احترازاتی بوده، هرگاه محترزانی بر حال به خیابون ریختن یا احتراز کردن از ابزار اعدام برای سرکوب مردمی و ایجاد رعب و وحشت استفاده کرده. خب اعدام رامین حسین پناهی برادر من و خیلی از فعالای دیگه در کل ایران در این چارچوب صورت گرفت. رامین یه فعال سیاسی کرد بود که بر حال مثل همه جوانای توی ایران محترز بود به وضع موجود در ایران و موقعی هم که اعدام شد خب طبیعتاً انزجار بیشتر مردم ایران علی خصوص کردستان رو در بر داشت و میتونم بگم واسه خانواده ما خب یه حادثه بزرگ بود. یعنی تصور کنید یه جوان 24 ساله با اندیشه های انسانی، خودش یکی از فعالان علیه اعدام در دفاع زندانیان سیاسی کوشا بود، باورمند به انسانیت و خلاصه دفاع از انسان، بر حال هزار و یک آرزو برای آینده و جامعه و مردمش داشت، میان طی یک سال بدون این که بر حال بذارن از حقوق یک زندانی برخوردار باشه، در دادگاهی 21 دقیقه‌ای که 18 دقیقش فقط نامه وزارت اطلاعات و سپاه قرائت شد به اشد مجازات محکومش کردن، نهایتاً با حکم بغی یعنی شورش مسلحانه به اعدام محکومش کردن و خودتون میدونید ضرب الاجل یعنی به یک سال نرسید از روزی که بازداشت شد اعدامش کردن، با هرچند کمپین وسیع بین‌المللی در دفاع از رامین به راه انداخته شد. ولی خب اعدام رامین مثل اعدامای دیگه در کل ایران علی خصوص کردستان از جمله فرزاد کمانگر و دوستانش، احسان فتاحیان، شیرکوی معارفی، در یکی از بحرهای حساس ایران و مقطع تاریخی ایران انجام شد و میدونید بعد از قضیه دیماه که 96 احترازاتی در ایران صورت گرفت، رامینم تقریبا بعد از این احترازات در دادگاه خیلی فوری گفتم به اعدام محکوم شد و خواستن با اعدام رامین و رامینا این پیغامو به مردم ایران برسونن که برخوردشون با محترزین همانا که حالا سه تا از جوانای محترز آبان ماهو به اعدام محکوم کردن، از این راه هم خواستن رامین رو اعدام کنن بلکه بتونن. متشکرم آقای حسین پناهی. من یه سوال دیگه هم از حضور شما دارم. به هر حال وقتی این اتفاق افتاد، یا با اعدام آقای رامین حسین پناهی پرونده تمام شد یا فشارها به خانواده شما یا بقیه فعالانی که به هر نحوی با ایشون ارتباط داشتن استمرار پیدا کرده؟ متاسفانه تا کنونم که با شما حرف میزنم یعنی این فشارها ادامه داشته. خودتون میدونید به هر حال خارج از این یک حدود تقریبا دو ماه دیگه میشه دو سال که رامین اعدام شده، کماکان ما نمیدونیم کجا دفن شده. یعنی خود بیخبری خانواده ها از محل دفن و تحویل ندادن جنازه ها خودش یه نوع شکنجه خانواده و علل خصوص خب پدر و مادر پیر متقابلا هستش. از طرف دیگه تو این مدت خب تو این دو سال گاهن پدر و مادرمو به وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی اظهار کردن، همواره تهدید شدیم، مانع از رفت و آمد خیلی از فعالان و مردم جامعه شدن و سال گذشته خواستیم سالیاد رامین رو در خونه خودمون بگیریم، به هر حال وزارت اطلاعات مکرر بر حال مانع شد و تهدید کرد. هم اکنونم یعنی زمزمه‌ای هستش که ما نمیخوایم دو یعنی وزارت اطلاعات مانع میشه که خانوادهمون بخواد بر حال دومین سالگرد اعدام رامین رو بگیره. اگر اجازه بدید در جایی روی سوال شما که این اعدام ها چه تأثیری داره در خانواده، باید این نکته رو اضافه کنم که امروز ثابت شده از لحاظ علمی و از لحاظ جامعه شناسی اجتماعی کسانی که به اعدام دست میزنن در یه جامعه یک هدف دارن عمدتاً و اون ارعاب یعنی ترساندن مردمه.
اعدام میتونه گروهی رو بترسونه، ولی اون گروهی که قراره بترسن گروهی نیستن که هیچ وقت خطری دارن برای حکومت. اون گروهی که خطرناکن یا قراره دست به اقدام بزنن هرگز از اعدام نمیترسن، برعکس. همونطور که ما در زبان فارسی داریم، هر که باد بکارد طوفان درو میکند، خشونت خشونت میزاید. همینطور که میبینیم که خانواده هایی که یکی ازشون اعدام میشه از بین میره، تمام اون خانواده برانگیخته میشه و به مبارزه برمیخیزه. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر امیر مقدم. ولی به هر حال این واکنش که امروز به مسئله اعدام سه جوان زندانی در ایران، سه جوان معترض آبان در ایران وجود داره در هشتک اعدام نکنید، واکنشی نیست که همیشه شاهد اون بودیم. تا چند وقت پیش واقعا مردم نسبت به اعدام ها اگر نگویم بی تفاوت بودن، باید بگم که حداقل شاهد حضور چند هزار نفریشون در زمان انجام اعدام ها بودیم. چه اتفاقی میافتد که نگاه غالب جامعه ایران نسبت به اعدام به این حالت تغییر میکنه و خوشبختانه به سمت مبارزه با اعدام به جای تشویق اون پیش میره؟ بله، منم درود میفرستم به شما، به همه میهمانان گرامی و بینندگان برنامه. حرف شما درسته که این کمپین اخیر نشون داد که هزاران نفر، به خصوص افرادی که در ایران هستند، با اسم و رسم خودشون میتونن بیان و در واقع اعتراض کنن به احکام اعدام این سه نفر. و همونطور که شما هم اشاره کردین، کلن مسئله مخالفت با اعدام در ایران اونقدر قدیمی نیست. البته این رو هم خاطر نشان کنیم که اعدام های سیاسی بیشتر توجه گرفتند از همون اوائل انقلاب هم تا اعدام های دیگه. سال هاست که ایران پس از چین بزرگترین اعدام کننده جهان هست و متاسفانه اکثر این اعدام ها رو اصلا حتی در مطبوعات ما نمیشنویم. سازمان حقوق بشر ایران سالانه آماری رو منتشر میکنه که اولا بیش از 60 تا 70 درصد این اعدام ها اعلام نمیشه حتی، و بعد باقی اعدام ها اکثرشون اعدام های در واقع به اتهامات غیر سیاسی هستند که اونها هم اونطور که باید توجه نمیگیرن. من امیدوارم که هر اعدامی منجر به چنین کمپینی بشه، اون موقع است که ما میتونیم در واقع بگیم که مبارزه با اعدام یک گام خیلی بزرگ به جلو اومده، چون که همونطور که مهمانم هم اشاره کردن، هر اعدامی بدون توجه به اتهام یک وسیله ارعاب سیاسی است. بسیار سپاسگزارم آقای امین مقدم، خیلی متشکرم. من آقای دستمالچی، شاید همین پیامی که حکومت قادر هر کاری بکنه، حکومت خاطر جان مخالفان خودش رو بگیره، پیامی هست که در ترورهای خارج از کشور هم مورد استفاده قرار میگیره. برخی حتی معتقدند که این ترورها با دستور قاضی شرع یا کسی که شرعاً این ترورها رو اعدام انقلابی لقب میداده دست به این اقدام میزنند. خود شما شاهد زنده یکی از این ترورها هستید، ترور رستوران میکنوس که پرونده‌ای به شدت مشهور در عرصه سیاست بین‌الملل در اروپا و رابطه اون با ایران هست. این مسئله رو چگونه ارزیابی میکنید؟ چه چیزی باعث میشه که یک مزدور جمهوری اسلامی فکر کنه واقعاً مجری قانون و عدالت هست؟ ببینید، این چند تا مسئله است. یکی این هستش که دستور قتل‌ها رو در جمهوری اسلامی، نه اعدام رو، قتل‌های مخالفان در درون و بیرون رو کی میداده؟ در دادگاه برلین، معروف دادگاه میکنوس، که حدود 4 سال طول کشید و بیش از 180 شاهد رو اونجا جلوی دادگاه آوردن، آخر سر رأی دادگاه چنین بود تا زمانی که آیت الله خمینی زنده بود، دستور قتل دگراندیشان رو چه در درون ایران و چه در بیرون ایران آیت الله خمینی میداد. و بعد از آیت الله خمینی شورایی تشکیل شد به نام شورای امور ویژه که در رأسش آیت الله خامنه ای هست و بعدم رئیس جمهور وقت و وزیر امور خارجه و وزیر اطلاعات و سران قوا و اینها. یعنی این شورا تصمیم میگه. آنچه که مربوط به اعدام ها هست در ایران، باید توجه داشته باشیم که جمهوری اسلامی جز که شاید، نمیدونم، معدودم نمیتونم بگم،
شاید تنها کشوری است که در اون طبق قوانین جزایی و قضاییش بیش از 30 مورد اعدام وجود داره، نه در رابطه با حکومت و نه تنها این، بلکه ماده 226 از قانون مجازات جمهوری اسلامی میگه که قتل نفس زمانی مجازات دارد که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد. یعنی که یک مؤمنی بنابر تشخیص خودش میره یکی دیگر رو میکشه و بعد در دادگاه میگه به این دلایل مثلا شرعی من فکر کردم این واجب القتل و کشتمش. ما با یه همچین سیستمی روبرو هستیم. بسیار سپاسگزارم از حضورتون. آقای دکتر مشکی، این سابقه سیاه در دهه 60 به اعدام‌های گسترده مخالفان و بعد در تابستان 67 به هیئت‌های مرگ و اعدام فلعی واقعاً معترضانی که در زندان بودن انجام میده، چه تفسیری از قانون، از شرع میتونه این همه سبوییت رو معنا کنه؟ ببینید، اتفاقی که در اون سال در ایران افتاد و یک شبه در زندان‌های ایران تا رقمی که گفته میشه تا حدود 10,000 نفر رو سر بریدند و اعدام کردند و به جوخه تیرباران سپردند، یک لکه ننگ اصولاً بر تاریخ بشریت، نه فقط ایران و حکومت کنونی ایران. ظاهراً داستان این بود که کسی رفته بود فتوایی گرفته بود از آقای خمینی مبنی بر این که کسی که معتقد نیست به شرع اسلام آیا هنوز میشود از بیت المال به او قضا داد و او رو نگه داشت و حفظش کرد، و ایشون هم با یک کلمه گفته بود نه، جایز نیست. و به همین استناد تمام کسانی که به عنوان منافق یا مجاهد یا به هر حال مخالف خودشون میدونستند سر بریدند. اتفاقا در قانون روم، قانون عهدنامه روم که در سال 1998 منجر شد به تشکیل دادگاه بین المللی جزایی که 4 گونه جرم رو رسیدگی میکنه، یکی از اون 4 انواع جرمی که در صلاحیت دادگاه بین المللی جزایی هست، کرایم، وار کرایم هست، جرائم جنگی. و مصادیق جرائم جنگی یکیش دقیقا همین کاریست که در زندانهای ایران انجام شده، یعنی کشتن افرادی که در زندان هستند به طور دست جمعی و به طور بدون مجوز انسانی و قانونی. و خب البته موارد دیگری هم هست، حمله به مراکز مذهبی یا مراکز قومی و عقیدتی یا کشتن دگراندیشان، که همه اینها جز جرائم جنگی، یکی از 4 گروهی است که در دادگاه بین المللی جزایی قابل تعقیب هست. بسیار متشکرم. حتما در مورد اینکه آیا قابل تعقیب هستند و کجا باید اقدام بشه بهتون برمیگردم در طول برنامه امشب. اما آقای حسین پناهی، رویکرد خانواده‌های قربانی چیست؟ آقای دکتر مشکی در بخش از صحبتشون اشاره کردن به اون ضرب المثل فارسی، هر که باد بکارد طوفان درو خواهد کرد. این همه فشار به خانواده‌های زندانیان سیاسی، آیا واقعاً عزم مبارزه با حکومت رو در مردم یا در خانواده‌های زندانیان سیاسی و اعدام شده خونسا کرده یا خیر؟ میتونم بگم شاید یک دوره رژیم تونست در این عرصه موفق باشه یا بتونه با اذیت و آزار، شکنجه، زندان، ولی همکنون میبینیم، یعنی اگر خبرها رو روزانه تعقیب کنیم میبینیم صدای رسای زندانیان همون خانواده هاشون هستن. اکثر فعالانی که در زندان هستن، پدر، مادر، خواهر و اکثر خانواده ها صدای رسای فرزندانشون و یا دادخواه فرزندانشون شدن که اعدام شدن. همکنون مثلا مادر جان باختگان دهه 60، همون که به حال متاسفانه در 67 اعدام شدن، خیلی از مادران با تمام فشارهایی که وجود داشت، تمام بازداشتهایی که وجود داشت، سالانه رفتن خاوران و یاد کردن از قربانیان دهه 60 و یاد و خاطره عزیزانشون رو نگه داشتن. همکنون خیلی از مادران، به حال امثال مادر من که پسر به حال 24 سالش اعدام شده، نه تنها صدای دادخواهی رامین شده، به کمپین بخشش در کردستان پیوسته و در این 2 سال همواره تلاش کرده مثلا بتونه علیه اعدام مبارزه کنه، در دفاع از خانواده های دیگه، برحال
اون طوری که یعنی از دستش برمیاد دفاع کنه. و خوشبختانه یعنی مثلا در این دهه بخصوص مثلا دهه اینترنت، دهه ارتباطات، دهه رسانه، خانواده ها خیلی خوب و با جرأت میتونم بگم علیه حاکمیت به پا خواستن و صدای رسای فرزندانشون شدن. و اتحاد از یک طرف دیگه به هر حال اتحادی که در این سالها بین خانواده جانباختران، خانواده زندانیان در ایران دیدیم، یعنی تو اتفاقاتی که تو سالهای اخیر واسه خانواده من افتاد، از جنوبی ترین ایران تا شمال ایران خیلی از خانواده جانباختگان، زندانیان سیاسی ساعتها راه و پیمودن به کردستان، اومدن خطر و به جون خریدن، تهدید و به جون خریدن که بلکه در کنار پدر و مادرم قرار بگیرن و احساس همدردی کنن و بگن ما هم هستیم و ما هم قربانیان این رژیم هستیم و شما رو تنها نمیذاریم. و متقابلا هم مادر پیرم خب خیلی از مادران دیگه در کردستان، در بلوچستان، حتی مثلا در خیلی از دهات‌های کوچک جنوب ایران باور کن به کردستان اومدن و یا برعکس از کردستان به اونجا رفتن. مادر ستاره بهشتی رو میبینیم به هر حال به نماد یکی از مادران در ایران تبدیل شده و بیش از یک دهه دولت نتونست به هر حال صدای این مادر رو خفه کنه و یا این مادر رو ساکت کنه. و قطعا هم این مبارزه گسترده خواهد شد و همونطور که مهمون عزیزتون فرمودن به هر حال این دولت هر چه فشار رو بیشتر کنه استقامت، مقاومت و مبارزه خانواده ها بیشتر خواهد شد و این اتحاد گسترده و گسترده‌تر خواهد شد. خوشبختانه. بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر امیر مقدم، به صحبت پیشین خود شما یک بار دیگه برگردم. اشاره کردید به اینکه اعدام ها همشون هم سیاسی نیستن، بخششون اعدام هایی هستن در رابطه با موارد اتهامی جزایی یا حقوقی دیگری. و اتفاقا تلویزیون دولتی ایران هم یک برنامه‌ای داشت که من داشتم نگاه می‌کردم و متوجه شدم که اون حالا به هر حال مجری یا کسی که گوینده اون برنامه بود اشاره می‌کرد که چطور مردم وقتی بابای رومینا بود می‌گفتن اعدام کنید، اعدام کنید، حالا که رسیدن به مثلا این سه تا به گفته او اختشاش کرد می‌گویند نه 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 یه وقتی اعدام نکنید و به یک مغلطه‌ای دست می‌زد. اساسا واکنش در مورد جرائم غیر سیاسی، اعدام برای جرائم غیر سیاسی چگونه ارزیابی می‌کنید شما؟ اگه بخوایم مقایسه کنیم با سالهای اوایل انقلاب یا مثلا ده یا 20 سال پس از انقلاب، من فکر میکنم که واکنش ها خیلی بیشتر شده. همونطور که آقای حسین پناه گرامی اشاره کردن، برای مثال ما جنبشی داریم در ایران، هم در کردستان که خب خیلی وسیع هست و در جاهای دیگه که به اسم جنبش بخشش، یعنی که افرادی، گروه هایی هستند که سعی می کنند که در موارد قتل که فردی که محکوم به قتل هست به قصاص محکوم شده، از اولیاء دم بخواند که بخشش رو انتخاب کنند، یعنی در واقع به اعدام نبگند. و ما می تونیم بگیم که آماری که ما داریم نشون میده که تعداد بخشش ها در این 5 سال گذشته در واقع به نفع قابل توجهی بالاتر از قصاص ها هست، یعنی که این موارد تغییر کردن. مثلا شما، من فکر نمی کنم که کسی، شاید از حتی بین بینندگان، مگر اینکه خانوادهشون اعدام شده باشه، در سال 69 و 70، یعنی یک سال پس از اعدام های زندانیان سیاسی، بر اساس آمار رسمی نزدیک 2000 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. آیا اسم هیچ کدوم از اونا رو ما شنیدیم؟ اصلا آیا هیچ توجهی گرفتن؟ چون میدونیم این افراد هم دادرسی عادلانه ندارند. در واقع کسانی که در ایران اعدام میشن جزو ضعیفترین اخشار جامعه هستند. خیلی ممنونم آقای دکتر امیر مقدم، بسیار سپاسگزارم. اما آقای دکتر مشکی، میشه گفتش که به هر حال حکومت به دنبال این هست که یک عادی سازی از اعدام در جامعه در 40 سال گذشته ایجاد کنه، یعنی به اینجای برسه که بگه خب اوکی، کشتن حق حکومت هست و من هر وقت بخوام میتونم شما رو بکشم. بله، این که حتما یکی از روش‌های این حکومته. اما اون چه که در زیر این روش و مکتب دیده میشه و جای تأسف داره، اون ادغام کردن یا مخلوط کردن
جرائم عادی و جرائم سیاسیه. یعنی هر کسی رو میتونن به هر بهانه‌ای بگیرن، هر مخالفی رو، هر دگراندیشی رو، و یک انگ یا یک جرم یا یک اتهام عادی از قبیل مواد مخدر یا جاسوسی کشورهای خارجی یا از اینجور چیزا بهش بچسبونن و به قول معروف بگن که ما اصلا زندانی سیاسی نداریم. علتش هم این است که در دنیا امروز تمام کشورهای دنیا، هم حتی کشورهایی که مجازات اعدام رو پذیرفتن و اجرا میکنند، معتقدن که مجرم سیاسی رو مگر در موارد خیلی استثنایی که مرتکب جنایات عدیده شده باشه نباید اعدام کرد. شما میتونید زندانهای طولانی بکنید. مجرم عادیه در کشورهایی که اعدام رو پذیرفتن ممکنه در یه شرایطی اعدام کرد، اما وقتی که شما این مرز رو به هم می‌ریزید و مجرم دیگه معلوم نیست که کی مجرم عادیه کی مجرم سیاسی، همه رو به عنوان مجرم عادی یا به معاذیری از اون قبیل و اتهاماتی از اون قبیل از بین ببرید، این نکته خطرناکی است که در متأسفانه ایران پیدا شده. بسیار هم متشکرم آقای دستمالچی. به هر حال در دوران انتخابات ریاست جمهوری پیشین، طرفداران حسن روحانی به آقای رئیسی لقب آیت الله قتل عام دادن که بگن ما بر آیت الله قتل عام رأی نمیدیم، روحانی رو انتخاب میکنیم. این آیا منکر سابقه آقای روحانی، علاقه ایشون به برپایی چوبه های دار و دار زدن مخالفان حکومت در نماز جمعه و اینها میشه؟ اصلا فرقی هست بین جناح‌های حاکم در جمهوری اسلامی در مسئله روی کردشون به اعدام معترضان؟ من فکر نمی‌کنم یک تفاوت بنیادی و اساسی باشه. ممکنه در سیاست‌ها روش‌هاشون یه مقداری فرق کنه، ولی شما در مجموع فرق نمی‌کنه آقای ابراهیم رئیسی هستی، رئیس قوه قضایی، که اتهام نیست، ایشون جزء هیئت 4 نفره مرگی است که 10,000 زندانی ایران، زندانی سیاسی رو ایران در سال 1367 کشتن و در اون زمان نوار آیت الله منتظری از پخش شده که ایشون به آقای رئیسی و همچنین مصطفی پور محمدی، اشراقی و نیری میگه شماها نامتون به عنوان بزرگترین جنایتکاران در تاریخ ایران و در تاریخ اسلام ثبت خواهد شد. اینو که حالا اپوزیسیون نگفته. شما ببینید که در دور اول ریاست جمهوری آقای روحانی، آقای مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری میشه. آقای مصطفی پور محمدی متهمه که 10,000 زندانی سیاسی رو کشته. خب یه هیئت دولتی که وزراش قاتلن، آخه خب مگه رئیس جمهور نمیدونه اینا چه گذشته، چه اتفاقی افتاده؟ ما با یه سیستمی روبرو هستیم که از نظر سیاسی یک نظم توتالیتر جنایتکاره، که بعضن اونی که اعدامای سیاسی تصمیمات عمدتاً سیاسی است که به یه اصلی استناد میکنن، ولی قوه قضایی و قوانین جزئی اینا رو نگاه بکنید. من همین الان این ماده 136 از قانون مجازات اسلامی برای شما میخونم. شما اگر در خاطرتون باشه 2 هفته پیش در مشهد یک نفر رو به جرم نوشیدن شراب اعدام کردن. خب این پایه قانونی داره. ماده 136 میگه هرگاه کسی 3 بار مرتکب یک جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه 4 اعدام است. یعنی اگر شما 3 بار شراب خوردید و حد زدن، یعنی شلاق زدن، دفعه 4 اعدام میکنن. و این تنها مورد نیست. شما اگر به کسی اتهام بزنید اینطوریه. شما اگر که نمیدونم خیلی متشکرم هم جنس های زن باشی، این همینه. خیلی متشکرم. 10 مورد در قانون مجازات اسلامی داریم که 3 بار به شما شلاق میزنن، دفعه 4 اعدام دارن. یعنی مشکل اعدام در ایران یک مسئله کوچک نیست، مجموعه سیستم و رفتار حکومت رو در بر. خیلی متشکرم. آقای حسین پناهی، نقش آقای خامنه‌ای رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ خانواده خود شما، خانواده دیگر زندانیان سیاسی، یک مأمور منصوب در قوه قضاییه، یک مقام امنیتی رو مسئول و مسبب قتل فرزند خودشون می‌دونن یا رأس هرم حاکمیت در جمهوری اسلامی رو؟
من اگر جواب این سوالتون بدم برمیگردم به همون جواب آقای دستمالچی. خب این برمیگرده فکر کنم اون یعنی کسانی که بخصوص خانواده زندانیان و امثال خانواده های ما خب سالها قربانی دست این نظام بودیم، کل سیستم حاکمیت رو یعنی مقصر میدونیم. خب در رأسش آقای خامنه‌ای که رئیس ولایت فقیه و بر حال قدرت مطلقه در ایران هستش و بخصوص سر قضیه رامین اتفاقا فعالان سیاسی و وکلای دادگستری یعنی اکثر اقشار جامعه در کردستان، حتی خود استاندار کردستان هم بر حال و نمایندگان مجلس خود جمهوری اسلامی که خیلی هاشون خوب طرفدار حکومت و حاکمیت هستن خواهان این اعدام نبودن. خود استاندار بر این باور بود که این اعدام میتونه امنیت کردستان رو به یعنی دوچار اختلال کنه واسه همین. ولی خب این یعنی تایید این حکم از بیت رهبری به کردستان اومد و نهایتا بردنش رجایشه رو اعدامش کردن. خانواده ما بر این باوریم خب کل حاکمیت بر حال یعنی همونطور که آقای دستمالچی فرمودن بر حال فرقی نمی کرد. به قول یکی از دوستان اگر آقای رئیسی می اومد یعنی شاید مثلا به جای 207 نفر 209 نفر اعدام می شد. یعنی این سیستمه که بر حال روحانی و مجاب میکنه، رئیسی و مجاب میکنه، پور محمدی و مجاب میکنه و یا بر حال جوخه های مرگ و تشکیل میده. یعنی این یک سیستمه که 41 سال بر حال پایه‌اش بر اساس حکم اعدام، رعب و وحشت، شکنجه، زندان و اخیرم دیدی بر حال سه جوان محترز شجاع آبان ماه رو گرفتن که بخوان از این رهگذر بر حال کل مردم ایران رو بترسونن، بگن اگر بیای تو خیابون خب میگیریم اعدام میکنیم. یعنی از طریق رامین خواستن به مردم ایران پیغام بدن که بگن هر کی محترز بشه خب اینطور اعدامش میکنیم. فرزاد فرمانگر یک معلم بود، اینو همینطور اعدام کردن. واسه همین خانواده ما و فکر کنم کل خانواده قربانیان اخیر در ایران در این 41 سال کل حاکمیت و سیستم و مقصر بسیار و بانی از این جنایت میدونیم. بسیار سپاسگزارم آقای امیر مقدمی. یک تحقیق سازمان مطبوع شما چندی پیش مطرح کرد که نشون میداد یک تناسب زمانی خاص در اجرای احکام اعدام برای معترضان وجود داره. از خودتون بیشتر در این مورد توضیح بشنویم، چون میتونه نقشه راهی باشه برای مقابله با حکومت و اینکه حتی پیش دستی کرد و دانست که حکومت چه اهدافی رو دنبال میکنه. بله درسته، سازمان حقوق بشر ایران در واقع چند سال پیش به اعدام ها در یک دوره 10 ساله نگاه کرد و همونطور که من قبلا هم اشاره کردم بیشتر اعدام ها در این 10 یا 20 سال گذشته برای اتهامات غیر سیاسی صادر و اجرا شدند، یعنی قتل، قاچاق مواد مخدر و غیره. ولی وقتی که به زمان بندی این اعدام ها نگاه میکنیم میبینیم که این کاملا هماهنگ شده است و یک ارتباط معنادار با رویدادهای سیاسی داره. برای مثال فکر کنم اکثر مردم به خاطر دارند، میتونن حالا دفعه بعد ببینند، وقتی که در ایران انتخابات هست به خصوص انتخابات ریاست جمهوری، از اونجایی که میخوان مردم رو به مشارکت بیشتر دعوت کنند به مدت 2-3 هفته قبل از انتخابات آمار اعدام ها شدیداً میاد پایین. این در این دوره 10 ساله ما نگاه کردیم در برای همه انتخابات هم مجلس ولی به خصوص ریاست جمهوری صدق میکرد. ولی در این حال وقتی که انتظار اعتراض میره یا اینکه بلا فاصله پس از یک اعتراض آمار اعدام ها بالا میره، هرچند که این اعدام ها شاید اعدام های مثلا برای اتهام قتل یا مواد مخدر باشه. برای مثال هفته بعد از یا یکی دو هفته بعد از آغاز اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در یک روز بیش از 20 نفر رو در تهران به اتهام مواد مخدر اعدام کردند. اینطور نیست که یه دفعه به این فکر رسیده باشند که ما اینا باید اعدام شند، ولی زمان بندیش برای اینی که پیام رو به مردم برسونه، به معترضین برسونه. و من فکر میکنم که این شاید مهمترین چیزی مردم میتونه به خاطر داشته باشن اینه که وقتی که هفته های قبل از انتخابات یه دفعه آمار اعدام ها پایین میره، سختگیری ها کمتر میشه، این خب تزویری بیش نیست.
آقای دکتر مشکی، اگر این تعبیر آقای دکتر امینی مقدم رو در مورد اعدام که هر اعدامی که اعدام سیاسی در نظر بگیریم، حالا برگردیم به اون بحثی که شما در مورد پیماننامه روم مطرح کردید و دادگاه دیوان جزایی، چگونه میشه مقامات جمهوری اسلامی رو به دلیل اینکه از اعدام به عنوان یک ابزار سیاسی برای سرکوب جامعه استفاده میکنن پاسخگو کرد در مجامع بین المللی؟ ببینید، در دیوان جزایی بین المللی همطور که اشاره کردم 4 دسته جرائم رو رستگی میکنه. یکی جنوساید هست که نسل کشیه، یکی جرائم جنگی هست، یکی جرائم علیه حاکمیت کشورهای دیگر، و یکی هم جرائمی که against humanity یعنی علیه بشریت هست. مثال هایی که مثلا جرائم علیه بشریت 15 مورد نام برده شده در این عهدنامه، یا مثال هایی برای جرائم علیه حاکمیت یا نسل کشی وجود داره. تقریبا تمام مثال هایی که ما در این عهدنامه میبینیم شامل حال اولیای حکومت جمهوری اسلامی میشه، یعنی به بسیاری از دلایل و اتهامات میشه اینها رو به دیوان جزا کشید. اما اینکه چگونه این دادرسی شروع بشه، اصولا پرونده هایی که به دیوان بین المللی جزایی میره به 2 طریق میتونه شروع بشه. یکی اینکه مجمع عمومی یا شورای امنیت پرونده ای رو ارجاع کنه به دادگاه جزایی، یا اینکه دادستان هایی که در اختیار و جز کارمندان این دیوان هستن یک کیفرخواستی رو صادر کنن علیه شخصی یا اشخاصی. و برای اینکه هر کدوم این مکانیزم ها به کار بیفته باید یک جوری اون موارد اتهام به مورد توجه اینا قرار بگیره. یعنی اگر که فرض فرمایید مثل که چند وقت پیش یک کمپینی شروع شده بود که 1,000,000 امضا جمع کنن و این تقاضا رو بدن به شورای امنیت یا مستقیما مطرح کنن به دادگاه، از اون طریق میشه این امید رو داشت. خیلی متشکرم آقای دستمالچی. یک تحریم هایی رو هم ایالات متحده آمریکا علیه مقامات قضایی ایران وضع کرده و چند تن از قضات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از جمله قاضی صلواتی، قاضی مقیسه رو به دقیقا همین جرم، یعنی صدور احکام ناعادلانه اعدام برای معترضان و مردمی که واقعا شایسته حکم اعدام نیست وضعیتشون، در فهرست تحریم ها گذاشته. این تحریم ها رو چگونه ارزیابی میکنید؟ چقدر میتونه دست قوه قضایی و ضابطان اون رو در سرکوب مردم ایران ببنده؟ ببینید، با این نوع تحریم ها ما نمیتونیم مسئله اعدام رو کم بکنیم، ولی حتما یک سری محدودیت هایی برای حکومت و یا مامورانی که این حکم ها رو میدن صادر میکنن داره. مثلا اگر اینها به راحتی به خارج از کشور میرفتن، خب دیگه نمیتونن برن. شما میبینید که توی این 1-2 سال اخیر اپوزیسیون ایران، ایرانیانی که در خارج از کشور هستن، بسیار به این مسئله حساس شدن و موقعی که با خبر میشن قاضی اومده به خارج از کشور در جایی کسی که دستش توی جنایت ها اینا هست، رفتن تلاش کردن. و همین الان آقای نوری در سوئد هنوز در زندانه، یعنی در زندان، در زندان موقت به سر میبره تا وضعش رو روشن بکنن، و یا در رابطه با قاضی که خودکشی کرد، شما در آلبانی خودکشی کرد، شما دیدید. به نظر من این اقدامات مناسب، خوب، محدود میکنه، اما فکر نکنیم که با اینها رژیم دست از این سیاست ها برمیداره، برای اینکه این اعدام ها، این سیاست ها، این کشتن ها بخشی از قوانین جزایی قضاییشه و بخشی از استراتژی حفظ و حراست قدرت سیاسیشه. خیلی متشکرم آقای امیر مقدم. نظر شما رو هم در مورد این تحریم ها بدونیم. فکر میکنید مؤثر واقع شده؟ من فکر میکنم که همونطور که آقای دستمالچی هم اشاره کردن، برای افرادی که در واقع این تحریم ها متوجهشون میشه خب تاثیرگذار هست، ولی در واقع یک حرکت سمبولیکه. هر گونه توجه به مسئله نقض حقوق بشر در مجامع بین المللی هزینه سیاسی این نقض حقوق بشر رو بالا میبره، و همین دلیل هست که مثلا وقتی که اعتراضات، ببینید جمهوری اسلامی آخه از کی
تا حالا توجهی به افکار عمومی کرده، ولی وقتی که این افکار عمومی در سطح جهانی شناخته شده میشه و منجر میشه که نخست وزیرهای کشورهای اروپایی یا کشورهای مختلف جهان واکنش نشون میدن، این هزینه سیاسی این احکام اعدام رو بالا میبره و حکومت مجبور به عقب نشینی میشه. حکومت سعی میکنه که نشون بده که در واقع شکست ناپذیره و عقب نشینی نمیکنه، ولی در عمل ما میبینیم که در واقع هر گونه فشاری روش تأثیر میذاره و من فکر میکنم این تحریم ها هم از همین قبیل هست. خیلی مختصر اگر شما هم آقای دکتر مشکی نظرتون رو در مورد این تحریم ها بگین ممنون میشم. والا به طور اختصار باید عرض کنم که به نظر من تحریم ها تا حدودی مؤثر هست اما کارا نیست، یعنی فایده نهایی از اونها گرفته نمیشه. بذارید اینطوری مطرح کنم سوالم، آیا میشه این تحریم ها رو دلیلی دانست برای اینکه بشه علیه مقاماتی که الان شناسایی میشن با دستگاه عرض و تحویلی که ادمنستریشن دولت ایالات متحده آمریکا است، بعدن علیه این افراد در دادگاه های بین المللی اقامه دعوا کرد؟ بله، این میتونه یکی از عوامل تشکیل دهنده اتهام یا مثبت یا اثبات کننده این باشه که این افراد جزء لیست سیاه هستن و پرونده سیاه، ولی خودش به تنهایی کافی نیست برای ولی میتونه از مستندات دادگاهی در آینده باشه که به جرائم حقوق بشری مقامات جمهوری اسلامی رسیدگی. دقیقاً اینطوره. بسیار سپاسگزارم آقای حسین پناهی. در هفته‌های اخیر هشتگی به نام هشتگ اعدام نکنید در ایران مصداق بارز یک همصدایی بزرگ ملی قرار گرفت در مقابله با حکم اعدام. نظر شما در مورد فراگیری این هشتگ و اینکه مقامات بسیار عالی رتبه‌ای در سطح جهانی از اون استفاده کردن بشنوید و فکر میکنید چقدر این در هم صدا کردن، هم آوا کردن مردم ایران در مقابل حکومت مؤثره؟ قبل از هر چیز میتونم بگم این یکی از موفق‌ترین کمپین‌هایی بود که در این سال‌ها علیه حکم اعدام خوب برپا شد. حرکتی خودجوش و تقریبا مرز 10 میلیون تایی کرد که با وجود مثلا فشارهای اینترنتی، فیلترین و خیلی محدودیت ها که مردم در ایران داشتن، ولی خب مردم یعنی هم صدا یک هشتگ به فارسی برحال اعدام نکنید تونست ساعتها ترند جهانی بشه، برحال بخصوص در خیلی از کشورها از جمله خود آلمان خیلی جلب توجه کرد و از رئیس جمهور آمریکا گرفته تا خیلی از مقامات سیاسی و حقوق بشری در سطح دنیا به این هشتگ واکنش نشون بدن. این سه جوان که میخواستن برحال خیلی فوری برحال حکمشون رو صادر کردن، فوری حکمشون رو تایید کردن و قطعا هم میخواستن اجرا کنن، ولی این حرکت برحال به نظرم تونست مانع از اجرای حکم این سه جوان و تونست یک کار فرهنگی خیلی وسیع در ایران انجام بده و سالها مثلا صداهای که علیه حکم اعدام داشتن مبارزه میکردن و این صداها رو بیشتر و بیشتر و بیشتر کرد و همکنون هم خوشبختانه میدونید برحال در اینستاگرام و توییتر میلیون ها انسان ایرانی از کرد و فارس و ترک و برحال محترز و حتی خیلی از اونایی که برحال سالها مدافع نظام و برحال با این نظام هم را بودن این هشتگ رو زدن و علیه حکم اعدام نوشتن و خوشبختانه میتونم بگم این یک پیروزی بود برای فعالانی که سالها علیه حکم اعدام مبارزه کردن. بسیار متشکرم آقای دستمالچی. به هر حال همبستگی ملی در خارج از ایران هم جلوه بسیار پررنگی داشته. آقای ظریف تا جایی که من یادمه میومد میرفت میگفت قوه قضاییه ما مستقله، ما تأثیری بر قوه قضاییه نداریم، اما الان چه قوه قضاییه، چه دولت، چه نهاد قانونگذار، همه در این جرم شریک هستند که دست به اعدام میزنن. قانونش رو شما نشون دادید که قانونگذار میگذاره، دولت حمایت میکنه، ابزارش رو فراهم میکنه و قوه قضاییه هم اجرا. سوالم اینجاست آیا باز هم پس از این هشتگ اعدام نکنید آقای ظریف میتونید به تو جامع بین المللی و با صراحت دروغ بگه که قوه قضاییه ما یه قوه قضاییه مستقل و ما تأثیری در احکام اون نداریم؟ من فکر میکنم آنچه که مربوط به روی ایشون است و شیوه دروغ گفتن تقیه، بله میاد بازم میگه این نظام همواره دروغ میگه. ببینید اصلا سر ساده ترین مسائل دروغ میگه. سازمان بهداشت جهانی میگه که در تمام دنیا 14 میلیون نفر مبتلا به ویروس کرونا شدن. آقای روحانی اومده در ایران میگه که 25 میلیون نفر تا حالا در ایران کرونا گرفتن. خب بالاخره
موقعی که سازمان بهداشت جهانی میگه سراسر جهان 14 میلیونن، نمیشه که 25 میلیون در ایران کرونا گرفته باشن. اینها دروغ میگن. شما اگر برگردید به چند سال پیش به اون مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری که مستقیما از تلویزیون برای ملت ایران پخش میشد، خب این آقایون از رئیس قوه قضاییه کنونی گرفته تا آقای قالیباف تا آقای روحانی و غیره، همه اونو ما که نمیگفتیم، همه به هم دیگه به طرف مقابل، به کاندیدای مقابل میگفتن تو دزدی، تو دست تو جنایت و غیره. اون یکی هم میگفتش که تو بیشتر دزدیدی، تو بیشتر دست تو جنایته. بسیار خوب، حالا آقای روحانی انتخاب شد، یه مدت بعدش هم اون یکی آقای رئیسی شد رئیس قوه قضایی، آقای قالیباف هم شد رئیس مجلس شورای اسلامی. یعنی همه اونایی که من دیگه میگفتن جنایتکار و دزد و غیره، همه شدن رأس سقوفه. خب چرا آقای جواد ظریف نیاد یه ذره دروغ بگه؟ بسیار ممنونم، حق با شماست. واقعا آدم چیز نمیتونه بگه. اما آقای دکتر امیر مقدم، جدای از این که مقامات جمهوری اسلامی چه میگویند، فکر میکنم تنین صدای اراده ملت در هشتگ اعدام نکنید به قدری واضح بود که به گوش مقامات ایران هم رسید، اگرچه مقامات ایران، دست کم مقامات قوه قضاییه، کوشیدن اون رو به کانونهای به گفته خودشون معاند ضد انقلاب یا ربات‌ها در حقیقت مربوط کنند و به اونها نسبت بدن. اما آیا کوچکترین نشانه از عقب نشینی در مقابل اراده ملت در رفتار حکومت دیده میشه در شرایط کنونی؟ بله، من فکر میکنم که این یک عقب نشینی بود بدون شک، و عقب نشینی های دیگه هم میتونه اتفاق بیفته. ببینید، ما با حکومتی سر و کار داریم که تنها اصلش مصلحت نظام هست، حفظ نظام. اگر هزینه سیاسی بالا بره مجبور به عقب نشینی هستن. ما زمان جنگ یادمونه، تا دو هفته قبل از پذیرش آتش بس آقای خمینی میگفت که جنگ تا حتی اگه تا آخرین خونه در تهران هم خراب شه ما جنگ رو ادامه میدیم. بعد وقتی که مصلحت نظام ایجاب کرد، عقب نشینی کرد. این حکومت کلن در واقع طبیعتش اینه. من فکر میکنم که مهمترین قسمت این مسئله اعدام نکنید این بود که مردم شاید به وضوح دیدن که قدرتشون خیلی بیشتر از اون چیزی هست که حکومت وانمود میکنه. ببین، کلا هدف اعدام اینه که مردم رو ناتوان جلوه بده، ولی وقتی مردم با هم متحد میشند، وقتی که تعداد اعتراض ها به میلیون ها میرسه، هر حکومتی مجبور به عقب نشینی خواهد بود. بسیار متشکرم آقای دکتر مشکی. اینجور که آقای امیر مقدمه، ما با یه حکومت طبیعی رفتار روبرو نیستیم، با یک چیز عجیبی روبرو هستیم که هر جا لازم باشه، به قول یک برنامه کودکانه‌ای که در تلویزیون در دوران کودکی ما پخش میشه، مثل باربابا عوض میشه و شکل جدیدی به خودش میگیره. این خمیرمایه رو چگونه میشه رام کرد؟ این خمیرمایه اصلا رام شدنی هست؟ آیا مردم میتوانند حکومت رو مسئول و پاسخ کنند؟ حتما میتونند. ببینید، همونطور که اشاره شد در این برنامه، گروهی هستند که باد کاشتند و تردید نکنید که طوفان درو خواهند کرد. اما برای اینکه این درو انجام بشه، ما یک کشتکار لازم داریم. کسی باید بیاد. شما وقتی در یه مزرعه ای بذری میپاشید، برای اینکه این بذر به نتیجه برسه، یک باغبان، یک کشاورزی، کسی لازمه که بیاد اونجا اینو درست کنه. الان ما کشت رو داریم. به عبارت دیگه، تنه مردم به عنوان یک تنه در برابر این قولی که در مقابلشون هست ایستادن. به نظر من اونچه که لازمه و کمه یا نیاز هست بهش رهبریه، رهبری که بیاد و از این کشت نتیجه گیری بکنه و این طوفانی که قراره برپا بشه که تمام اینها رو بشوره ببره، به سر و سامان برسونه. تا روزی که و هیچ تردیدی نکنید که رهبر به موقع خودش سر، به قول در عربی مثلی هست میگن لکل زمانن دولتن و رجال، برای هر دوره‌ای ما دولت خودش یا مرد خودش رو
خواهیم داشت، میپرورونه، ما منتظر اون هستیم. البته این کلمه مرد احتمالا ممکنه زن هم در ایران باشد، مفهوم مرد رجال، رهبر یا سرنشین. رجال در عربی به هر آقای دستمالچی، دقیقه کوتاهی تا پایان برنامه فرصت داریم، اجازه بدین یک بار دیگه به شما برگردیم، نظر شما رو هم بشنوم. رفتار حکومت در مقابل ملت سبوعانه است و مردم هم خشمگینند. حکومتی ها باد کاشتند و طوفان بزرگ در راه هست. طبیعتاً این مردم واکنش نشان خواهند داد. آیا فکر میکنید حکومت باز هم به دامان چوبه های اعدام و تیرباران رو خواهد برد و باز هم سبویت بیشتر به خرج خواهد داد، یا رفتار معقولتر یا آرامتر در مقابل مردم از خودش بروز میده؟ من فکر میکنم به همین شیوه ادامه خواهند داد، یعنی دو را بیشتر نیست، یا اینکه حکومت کوتاه بیاد و اجازه بده به سازمان‌های مردمی، احزاب، سازمان‌های سیاسی، نهادهای مستقل از حکومت در یک انتخابات دموکراتیک، آزاد و سالم نماینده‌های واقعیشو انتخاب بکنن و یک گذر نسبتاً آروم انجام بگیره، یا حکومت اجازه نخواهد داد. اگر اجازه نده، هیچ راهی نیست به غیر از همون قیام آبان ماه و قیام دی ماه. مردم قیام خواهند کرد. شما ببینید در تمام تاریخ و در تمام کشورها در همین سده 20 هم و 21 هم این چنین بوده است. اگر غیر از این بود، هیچ کدوم از این حکومت‌های دیکتاتوری و استبدادی و کامگر و توتالیتر از میان نمی رفتن. من مطمئنم این حکومت آخر کارشه. این که چه موقع چگونه بعد انجام خواهد گرفت این گذر کسی نمی دونه، ولی حتما گذر انجام خواهد گرفت. بسیار متشکرم آقای حسین پناهی. یک بار هم باز به شما برگردم، اگر که در شرایط کرونی این فشارها همچنان افزایش پیدا کند، آیا واقعا این اراده در مردم هست که برخیزند و فعالیتی بکنند برای پاسخگو کردن حکومت خودشون یا حتی تغییر حکومت؟ قطعا برمیخیزند. تجربه 96 و تجربه 98 نشون داد این مردم برحال برمیخیزند و قطعا هم همونطور که آقای دستمالچی هم فرمودن برحال قیام در راه هستش. این حکومت دو راه داره، یا واقعا این حکومت رو مسالط آمید واگذار کنه به مردم، بر حال مردم تصمیم بگیرن چه نوع حکومتی رو میخوان، و یا اینکه بر حال از یک قیام مردمی که قطعا اینا بر حال باید نمیتونن بر حال مثل آبان ما بر حال ادامه بدن. به نظرم یعنی به نظرم و همه شواهد یا همه شواهد جنبش‌های دنیا، قیام‌های دنیا نشون داده این حکومت نمیتونه با زور، شکنجه، اعدام و کشت و کشتار ادامه به حاکمیت خودش بده و تاریخش معلوم نیستش، ولی این مردم هم صبری دارن و تا همکنون هم میدونی فقر، فحشا، برحال یعنی معضلات اجتماعی، قضیه کرونا و شکنجه، بازداشت، اعدام، همه ابزارهایی که تو این 40 سال برحال میتونست این جنبش رو برحال به سکوت واداره امتحان شد و خوشبختانه این جنبش روز به روز قوی‌تر و قوی‌تر و قطعا این حاکمیت راهی جز رفتن نداره. خیلی ممنونم. امجد حسین پناهی، کنشگر سیاسی و برادر زندانی سیاسی اعدام شده در ایران، شادروان رامین حسین پناهی که از کلن در آلمان همراه ما بودید، همچنین جناب آقای پرویز دستمالچی، نویسنده و کنشگر سیاسی که از شهر برلین در کشور آلمان با ما همراه بودید، و همینطور جناب آقای دکتر محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر در ایران و کنشگر حقوق بشر که از شهر اسلو در نروژ با ما همراه بودید. اینجا هم در استودیو دکتر سیروس مشکی، حقوقدان، که با ما همراه بودید. بسیار سپاسگزار هستم از شما هم که بیننده صفحه دیگری از شطرنج سیاست در امروز ایران بودید. ممنونم. وقت خوش. خدا نگهدار.